سلام بچه ها حالتون چطوره؟ به ویدیو جدیدم خوش اومدید امروز سوالات 511 تا 535 رو براتون آماده کردم بریم ببینیم چجوری هم سوال 511 وی شنل darf این LKW mit اینه zulässigen سیگن گزمت مسه فون und einem اند اینم انهنگه اف fahren هرستنس فارن یک ماشین سنگین با وزن کل مجاز 3 تن و یک گاری حد اکثر با چه سرعتی اجازه داره توی اتوبان ها رانندگی کنه؟ جوابش 80 کیلومتر بر ساعت. اختش کائم ها. 80 کیلومتر بر ساعت. 512 زی هم auf اینه لندشتخاسه اب Innerhalb این حلب ویلیشه شتخکه موسن زی کنن؟ شما توی یک جاده بیرون شهری نورپاین روشن کردید. در عرض چه مسافتی باید بتونید توقف کنید؟ جواب اول این حلب در غیخ ویت دس اپلند در عرض برد یا میدان پایین یعنی مثلا با روشن کردن پایین تا پنجاه متر جلوتر رو نور میفته و شما میبینید پس در عرض همین نور باید بتونید توقف کنید درسته چون اینجا گفته اب پس بستگی به ابلند لیشت شما داره جواب دوم این حلب در غیخ ویت دس فرن لیشت در عرض برد نور بالا این اشتباهه چون شما نور پایین زدید دیگه نمیتونید بگید در عرض اون برد یا در اون طوله که نور بالاتون هست باید توقف کنید این اشتباهه این حلب در غیخ ویت دس شتند لیشت در عرض برد چراغ پارک این هم اشتباهه فقط همون اپلند درسته چون شما اپلند رو روشن کردید باید در عرض همون نورتونم بتونید توقف کنید 513 فی ولش کرافت gilt گلت اوف اوتوبانن دی در اتوبان ها برای کدام وسایل نقلیه سرعت توصیه شده معتبر هست این ریخت گشوندیکت میشه سرعت توصیه شده فیر alle LkWs mit اینه zulässigen گزمت über ایبر دریان تون برای تمام ماشین های سنگین با وزن کل مجازه بالای سوانیم تون این اشتباهه برای الکاوی نیست این سرعت ریخت گشوندیکت مال الکاوی نیست توی اوتوان الکاوی ها سرعت حد اکثر صورت مجازشون کمتره فعل پیکاویز برای تمام خودروهای سواری این درسته برای پیکاوی ها این غیخ معتبر هست فعل موتو غیره برای تمام موتورسیکلت ها این هم درسته فقط موتورسیکلت ها و خودروهای سواری این اجازه رو دارن که توی اتوبان ها این غیخ رو رانندگی کنن 514 auf welchen Straßen gilt die Richtgeschwindigkeit von 130 kmh? در کدام جاده ها سرعت توصیه شده 130 کیلومتر بر ساعت معتبر هست؟ خب ببین بچا، رشت گشwindigkeit یعنی همون سرعت توصیه شده توی آلمان 130 کیلومتر بر ساعت که میشه همون حد اکثر سرعت مجاز که براش تابلو میذارن. مثلا تو ایران حد اکثر سرعت مجاز حالا توی اتوبان مثلا بود 120 تا از 120 بالاتر نبود توی آلمانم تابلوی حد اکثر سرعت مجازشون 130 تاییه یعنی 140 تا 50 تا دیگه تابلو نمیبینید مگر اینکه یعنی اونجا تابلوی سرعت مثلا نامحدود بزنه همون تابلوی خاک رنگی که با سه چهار تا خط داره فکر میکنم تابلوش از قبل کار کردیم توی سالات قسمت های فکست کار کردیم که میشه سرعت نامحدود ولی دیگه تابلوی 140 تا 50 تایی نمی بینید برای همین به این 130 تا میگن غشت کش یعنی سرعت توصیه شده میشه یا حد اکثر سرعت مجاز حالا هر جور که خودتون راحتید اینو برای خودتون ترجمه کنید جواب اول اوف کرافت فاشتراسن اوسرهالب گشلوسن اورتشافتن مت مندستنس 2 مارکیرتن فاشتریفن فور یده ریختونگ سوالمون چی بود در کدام جاده ها سرعت توصیه شده 130 کیلومتر بر ساعت معتبره جواب اول گفته توی جاده ها یا همون بزرگ راه های بیرون شهری با حد اقل دو لاین مارکدار یا خط کشی شده برای هر مسیر این درسته یه همچین خیابونایی هم احتمال داره که شما یه تابلوی 130 تایی ببینید تا موقعی که تابلو رو ندیدید دیگه نباید سرعتتون بیشتر از مثلا 120 تا 110 تا بکنید من یعنی که اونجا تابلو میبینید زده حد اکثر 130 تا اون موقع دیگه میتونید تا 130 کیلومتر بر ساعت سرعتتون رو با اون سرعت رانندگی کنید که ممکنه توی همچین خیابونایی باشه ببینیم دیگه کجاست اوتوبانن توی اتوبان ها اینم درسته auf اوس در جاده ها یا همون بزرگ راه های بیرون شهری با جاده های از نظر ساختاری جدا از هم برای هر مسیر منظور از جاده های جدا از هم یعنی همون گاردریل وسط جاده است که مسیر رفت آمد رو از هم جدا میکنه فقط توی همچین جاده هایی ممکنه شما غیخ داشته باشید یعنی شرایطش چی بود سال اول جواب اول گفته که باید حداقل دو تا لاین مارکدار داشته باشه برای هر مسیر یعنی دو تا رفت دو تا برگشت اتوبان که دیگه تابلو اتوبان همه این شرایط داره ولی خب اینجا منظور از اون گشل... اوس حلب گشلوسن. یعنی خیابون بیرون شهری که ممکنه بزرگ راه هم باشن و جواب سوم یه شرط دیگه شو گفته که میتونه این رخت اونجا معتبر باشه اینکه دو تا خیابون یعنی رفت و برگشت مسیر رفت و برگشت از همدیگه توسط گاردریل جدا شده باشن یعنی بینشون یه گارد ریلی باشه این هم درسته تحت این دو تا شرایط اونجا ممکنه که شما رخت داشته باشید در این یعنی خیابان‌های بیرونی شهری معمولی این سرعت صد و تایی ندارن اصلا 515 Sie fahren mit 80 kmh hinter einem Auto her. Welchen Sicherheitsabstand müssen Sie mindestens einhalten? شما با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت پشت یک ماشینی رانندگی می کنید چه فاصله ایمنی رو باید حداقل رعایت دارید یا حفظ کنید جواب اول اینن سوی زکندن نبشتند یک فاصله دو ثانیه ای این درسته بچه ها توی یه ویدیو قرار من درست کنم و فاست فرمل رو میخوام اونجا توی اون ویدیو بهتون آموزش بدم و در موردش توضیح بدم توی اون ویدیو من این فاصله دو ثانیه ای رو هم در موردش توضیح کوتاهی بهتون میدم که بدونید چجوری هست و به چه صورت این فاصله دو ثانیه ای رو میشه شما نگه دارید دیگه توی این ویدیو توضیح نمیدم تو اون ویدیو حتما توضیح میدم ولی خب لازمم هم ندارید دیگه موقع رانندگی بعدا بعد اینکه گواهی نامه بگیرید یا موقعی که گواهی نامه میگیرید اینو لازم نداری فقط توی این تئوری که سال میاد دیگه اینا حواستون باشه فاصله دو ثانیه ای اینن سوی زکنده نبشتن درسته جواب دوم اینن این زکنده نبشتن این, این اشتباهه فاصله یک einen Abstand von 15 Metern. 1.15 متر اینم اشتباهه. شما وقتی با صورت 80 تا پوش یک ماشین رانندگی می کنید، فاصله ایمنیتون باید یک فاصله 2 ثانیه‌ای باشه که اینو من تو یک ویدئویی توضیح بهتون میدم حتما. 516 ز بفارن ایم شتات auf trockener fahren in einer kolonne die sich mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h bewegt, welchen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug müssen Sie mindestens einhalten? شما در ترافیک داخل شهری روی جاده خشک توی ردیفی از ماشین ها که با سرعت پنجاه تا در حال حرکت هستن رانندگی می کنید. حد اقل چه فاصله ایمنی رو باید از راننده جلو نگه دارید. جواب اول سین متر etwa 2 لنگن ده متر برابر با طول دو تا خودروی سواری یعنی فاصلتون ده متر باشه که میشه همون حدودا اندازه دو تا خودروی سواری این اشتباهه 5 متر انتشپخیشند اتفا این لنگن پنج متر برابر با طول یک خودروی سواری این هم اشتباهه جواب سومون 15 متر انتشپخیشن اتوا 3 پیکاوی لنگن 15 متر برابر با طول 3 تا خودروی سواری این درسته شما وقتی توی داخل شهر دارید رانندگی میکنید و توی کلونه هستید یعنی ردیفی از ماشین ها پشت سر هم دارن رانندگی میکنن و سرعت 50 تا هست فاصلتون باید از راننده جلویی 15 متر باشه یعنی در به اندازه طول سه تا ماشین سه تا خودروی سواری 517 welcher Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug soll außerhalb geschlossener Ortschaften in der Regel mindestens eingehalten werden در جاده های بیرون شهری معمولا حد اقل کدام فاصله ایمنی از راننده جلوی باید نگه داشته بشه جواب اول دی هلفت در و انزایگه این میتران این یک ممیز دو یا یک دو اینو بهش آلمانیا میگن هلفت واسه همون من اینجوری خوندم دی هلفت در و انزایگه این میتران یک دوم نمایشگر سرعت به متر یا همون نصف نمایشگر سرعت به متر که مثلا شما فرض کنید این تخ و انسایگه میشه همون نمایشگر کیلومتر شما که سرعتتون رو نشون میده شما فرض کنید با سرعت 100 تا دارید رانندگی میکنید وقتی میگه دی هلفت د تخ یعنی اون نصف 100 تا رو شما به متر باید هایت ابشتن داشته باشید باید فاصله داشته باشید از راننده جلویی که میشه 50 متر خب این درسته جوابمون وقتی مثلا شما außerhalb außerhalb geschlossener ortschaften rannend می کنید سرعت 100 تا میرید باید از راننده جلویتون 50 تا 50 متر فاصله داشته باشید اگه 80 کیلومتر بر ساعت میرید 40 40 متر باید فاصله داشته باشید که اینجا گفته نصف اون تخواه انزایگتون به متر باید فاصله داشته باشید جواب دوم 1 در der tachoanzeige این metern یک پنجم اون نمایشگر سرعت به متر این اشتباه چرا چون اگه مثلا شما 100 تا میرید یک پنجم 100 صد... 100 تا میشه چقدر 20 متر یعنی فاصله تون میشه اون 20 متر پس این فاصله خیلی کمه باید شما نصف اون تخ انسایگر رو شما به متر باید فاصله داشته باشید 518 زی فارن میت ایرم و وون انهنگر توگ از 7 متر اوسه اوسه اورت auf einer Straße mit nur einem Fahrstreifen für jede Richtung. Worauf müssen شما در بیرون از شهر در خیابانی که یک لاین برای هر مسیر داره با ماشینتون به همراه کاروان این وون انهنگ میشه کاروان ایران بهش میگفتن کاروان شما این عکس توی گوگل این وون انهنگ رو بزنید عکساش میاد میفهمید که چیه خب با ماشینتون به همراه کاروان طول بیشه، طول بیشه از طول بیش از 7 متر یعنی این کاروان تو این ون انهنگ طولش بیشتر از 7 متره دارید رانندگی میکنید به چه چیزی باید توجه کنید جواب اول در Abstand zum vorausfahrenden فارندن موس ان در رگل سو گروس زاین دس این اوورهولندر اینشرن فاصله من از راننده جلویی در حالت معمول باید به اندازه بزرگ باشه که یک سبقت گیرنده جا بشه این درسته. جواب دوم: der Abstand zum vorausfahrenden darf nicht größer als ihre Zuglänge sein, um den Verkehrsraum auszunutzen. فارسی: از راننده جلویی اجازه نیست از طول ماشین شما بزرگتر باشه برای اینکه فضای ترافیکی به خوبی استفاده شده باشه. یعنی باید فاصلتون از راننده جلویی خیلی کم باشه واسه اینکه فضای ترافیکی به درستی مورد استفاده قرار گرفته شده باشه خب این اشتباهه جواب سوم دیگه شوندگیت فون 60 کیم ها دوفن Sie nicht اوبشخیتن از سرعت 60 کیلومتر بر ساعت بیشتر اجازه ندارید رانندگی ای کنید این اشتباهه فقط جواب اولمون درسته Wann muss ein PKW mit Anhänger außerorts auf Straßen mit nur einem Fahrstreifen für jede Richtung vom vorausfahrenden einen so großen Abstand halten, dass ein Überholer einscheren kann? چه زمانی باید از راننده جلویی به اندازه فاصله داشته باشن که یک سبقت گیرنده بعد از سبقت گیری بتونه جلوی شما جا بشه جوابمون بای اینه سوک لنگه اوبا زیب میتن زمانی که طول وسیله نقلیه شما بیشتر از هفت متر باشه یه همچین موقعی باید

von einer شما با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت در جاده بیرون شهری رانندگی می جلوی شما یک ماشین سنگین با سرعت 70 کیلومتر بر ساعت رانندگی میکنه. قبل از شروع سبقت گیری حد اقل باید چقدر از یک تپه فاصله داشته باشید. خب تو این تصویر رو ببینید به این میگن شتخاصن کوپه. که من اینو تپه ترجمه کردم که تپه هم میشه خیابونی که روی تپه گذشته و اینجا توی سوالم که خوندم براتون شما با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت در جاده بیرون شهری رانندگی میکنید جلوی شما یک ماشین سنگین با سرعت 70 کیلومتر بر ساعت رانندگی میکنه قبل از شروع سبقت گیری حداقل باید چقدر از یک تپه فاصله داشته باشید از یک این کوپه باید چقدر فاصله داشته باشید جواب اول 200 متر 200 متر اشتباهه 400 متر 400 متر این هم اشتباهه 800 متر 800 متر این درسته شما باید قبل از اینکه بخواید این سبقت شروع کنید باید از این شتخاصن کوپهی که روبروتون قرار بیاد باید حداقل 800 متر فاصله داشته باشید و یعنی فوق گریتون روند روی اون کوپه انجام میشه و اون خطرناکه چون پشت اون تپارو رو شما نمیبینید چه خبره برای همین خطرناکه 521 Sie fahren auf einer Straße außerhalb geschlossener Ortschaften und wollen einen PKW überholen wo sollte das überholen spätestens beendet sein شما در جاده بیرون از شهر رانندگی می کنید و میخواهید از یک خودروی سواری سبقت بگیرید. حد اکثر چه زمانی باید سبقت گیری به پایان رسیده باشه؟ جواب اول فور اینم اوبرهول فبوت زایخن کرافت قبل از تابلوی سبقت ممنوع برای تمام وسایل نقلیه خب این درسته یعنی قبل از اینکه به اون تابلوی سبقت ممنوع برسید باید دیگه سبقتاتون تموم شده باشه چون از اون به بعد دیگه سبقت ممنوعه بعد از اون تابلو جواب دوم فودن بگین اینه لایت لینیه قبل از شروع خطوط مقطع یا خطوط بریده بریده اون خطوطی که روی زمین میبینید بریده بریده هست یا مقطع هست خطوط سفید توی جاده رو بهش میگن لایت لینیه خب این اشتباهه چرا؟ چون اون خطوط مقتک است یعنی شما اجازه سبقت گیری دارید جواب سوم فور دم بگین اینه لینی فشت خایفن قبل از شروع خط ممتد خط مرزی لاین ها این دویخ که رو شما توی گوگل سرچ کنید اکساش براتون میاد خط ممتد یا اون خطی که بریده بریده نیست و وقتی اون خط باشه یعنی که سبقت ممنوعه

در داخل شهر برای کدام وسایل نقلیه انتخاب آزاد لاین معتبر هست یعنی کدام وسایل نقلیه اجازه دارن آزادان یک لاینی رو برای رانندگی انتخاب کنن این برای زمانی هست که اون جاده مثلا دوتا تا لاین داره برای رفت و دو تا داره دو لاین هم برای برگشت داره جوابش فعل کفت فتسوی که بس درین حلب تون چولسیگه گزمت مسه برای تمام وسایل نقلیه تا 3.5 تن وزن کل مجاز یعنی وسایل نقلیه که وزن کل مجازشون زیر 3.5 تون هستن 523 وویست دست وندن فه کجا دور زدن ممنوعه؟ خواهیم که خیلی واضحه دیگه توی رفاقت توی رفاقت هیچ وقت نباید دور بزنی باید تا تش با رفیقت بری شوخی میکنم این جمله بود که قبلا بچه ها دوستان خیلی استفاده میکردن جواب اول اوف کفت خ... خواستن توی بزرگ راه ها این درسته توی بزرگ راه ها اجازه دور زدن ندارید اوفلد اورا والد ویگن توی مسیرهای جنگلی و مزرعه ها این اشتباه اونجا اشکال نداره میتونید دور بزنید اوف اوتوبانن توی اوتوبان ها این هم درسته توی اوتوبان ها و بزرگ راه یا همون کفت فشت خسن اجازه دور زدن ندارید وندن فه بوتن هست 524 وی فه زی زیزیخ بیم روک ویتز فاغن ریختیخ هنگام دند عقب راننده کردن چگونه به درستی رفتار میکنید جواب اول ایش شاوه نخ هینتن و فاغ اوفمکزم و لنگزم به عقب نگاه میکنم و با دقت و آهسته رانندگی میکنم این درسته. جواب دوم: ich schaue nach hinten und achte darauf, dass sich keine Personen im toten Winkel befinden. به عقب نگاه میکنم و دقت میکنم که هیچ شخصی توی نقطه کور نباشه. اینم درسته. جواب آخر Ich schaue nach hinten und sichere den Verkehrsraum zusätzlich durch einen Rundumblick. به عقب نگاه میکنم و فضای ترافیکی رو با توجه کردن به تمام اطراف ایمن میسازم یعنی علاوه بر اینکه به عقب نگاه میکنم کل دوروبر رو زیر نظر میگیرم یا با دقت نگاه میکنم که از نظر ایمنی همه چی رو به راه باشه درست باشه خب اینم درسته 525 Wo ist das Halten verboten? توقف کردن کجا ممنوعه؟ جواب اول این فون شرفن کوون. در محدوده پیچهای تیز این درسته اونجا دیگه توقف کردن ممنوعه حالا چه برسه به پارک کردن پارک کردن که دیگه زویزو ممنوعه جواب دوم ان بوس هلتشتلن در ایستگاه های اتوبوس این اشتباهه شما توی ایستگاه اتوبوس اجازه توقف رو دارید که توقفم تا دو دقیقه یا حداکثر سه دقیقه است و اینکه ماشینتون هم نباید ترک کنید جواب سوم Auf اوتوبانن اون کرافت außerhalb der در در اتوبان ها و بزرگ راه ها خارج از پارکینگ ها این هم درسته یعنی اونجا وقتی پارکینگی هست دیگه توی توی پارک پلاس پارک میکنید خارج از پارک پلاتس ممنوع توی اتوبان ها و بزرگ راه ها 526 و است دست پاکن فبوتن پارک کردن کجا ممنوعه اون متل و هنت فوس گنگ و به ویگن بلا فاصله بعد از خدکشی آور پیاده خب این اشتباهه بعد از خدکشی آور پیاده اشکال نداره ولی قبلش فبوتن هست ممنوع هست جواب دوم Auf schmalen Fahrbahnen gehen über Ein- und Ausfahrten von Grundstücken. Der hier oben heute Boric, die leue Burudi, war kuruji, konne ha. Induriste. Tja, wisst ihr, an Taxen ständen? Der ist gehö Taxi in Inam du Rüste. Schon tu is gehö Taxi am eja se port kerdan naderit. Ponsade bis zur Haft. Bis zu welcher zulässigen Gesamtmasse dürfen Fahrzeuge auf besonders gekennzeichneten gewegen geparkt werden. تا چقدر وزن کل مجاز اجازه دارن وسایل نقلیه در قسمت‌های مشخص شده روی پیادهروها پارک بشن. جوابش 2,8 یعنی دو ممیز 8 تن که میشه همون 2 تونو 800 کیلو. 28 welchen Mindestabstand von einer Ampel muss ein Fahrzeug beim haltenten einhalten wenn diese durch das Fahrzeug verdeckt würde؟ هنگام توقف کردن کدام حد عقل فاصله قبل از چراغ باید نیح داشته بشه زمانی که چراغ میتونه توسط وسیله نقلی پوشیده بشه یعنی مثلا شما میخواید قبل از چراغ برای مدت کوتاه توقف کنید حداقل حد باید چند متر قبلش توقف کنید که چراغ توسط ماشین شما از دید بقیه خارج نباشه یعنی دیدش برای بقیه مختل نکنید اونو ده متر سین میتر نه. و درفن زی این اوت این انهنگه مت این اصولیسیگن گزمت مسه فون میر از 2 تونن ان سون und Feiertagen sowie zwischen 22 und 6 Uhr regelmäßig parken. Darüber hinaus können Sie eine Garage mit einem Gesamtgewicht von insgesamt 2 Tonnen in den Tagen des Feiertags und eines Samstags zwischen 10 Uhr und 6 Uhr pünktlich parken. in Sondergebieten, die der Erholung dienen, در مناطقی که برای بهبودی و استراحت هست توی خیابانهایی با پهنای کافی مناطقی برای بهبود جاهایی هستند که اونجا مثلا افرادی زندگی میکنن برای مدت کمی مثلا دو هفته سه هفته که بیماری های روحی روانی یا جسمی دارن و اونجا برای استراحت و بهبودی یافتن هستن و یک منطقه مسکونی خیلی بزرگی هم هست و جوابمون که میگه در مناطقی که برای بهبودی و استراحت هست توی خیابان با پهنای کافی خوابین اشتباه اونجا اونجا اجازه پارک کردن انهنگه رو ندارید جواب دوم این گوه و گبیتن در مناطق صنعتی این درسته جواب آخر این غینن وون گبیتن auf entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen. در مناطق مسکونی در جاهای پارک مشخص شده اینم درسته یه جاهایی هستش که اونجا از قبل مشخص شده و شما میتونید پارک پلاتس هایی هستش که از قبل مشخص شده شما میتونید اونجا پارک کنید ولی توی این زندگی بیت که برای بهبودی بیمارا هستن اینا اونجا اجازه ندارید چون اونجا باید یک فضای آروم و ساکتی باشه Punzado C. Worauf müssen Sie achten, اون Sie einen ohne Zugfahrzeug parken? وقتی یک گاری رو بدون وسیله نقلیه جای پارک میکنید باید به چه چی چیزی توجه کنید یعنی شما فقط اون انهنگه رو پارک میکنید ماشینش دیگه باهاش نیست سوک فاتسوی که میشه در همون اکثرا هم میشه همون ماشین خودتون همون خودروی سواری خودتون که اون انهنگه رو با خودش میکشه برای همین بهش میگن سوگ Fahrzeug. Job 1: Der Anhänger darf auf ausreichend befestigten Seitenstreifen zeitlich unbegrenzt geparkt werden. گوری اجازه داره توی لاین کنار جاده که به اندازه کافی سفت هست از نظر زمان بدون محدودیت پارک بشه. منظور از جاده سفت یعنی همون جاده آسفالت شده که خیلی سفت هست. خب گفته که اونجا میتونه از نظر زمانی بدون محدودیت پارک بشه. این اشتباه هست. در انهنگه اوف افرندلیشن Straße نیت لنگه از zwei واخن geparkt وردن. گاری اجازه نداره توی خیابانهای عمومی بیشتر از دو هفته پارک بشه. این درسته؟ در انهنگه دفت اف انتشپریکن گکند چینتن پارک پلیتسن لنگه از 2 واخن گپارکت ویرن گاری اجازه داره در پارکینگ های مشخص شده بیشتر از دو هفته پارک بشه اینم درسته پس نتیجه میگیریم که توی فضاهای عمومی توی خیابانهای عمومی شما حداکثر تا دو هفته اونجا اجازه دارید پارک کنید این انهنگه رو ولی توی پارک پلاتس هایی که مشخص شده اونجا میتونید بیشتر از دو هفته پارک کنید 531 vor welchen Zeichen müssen Sie mindestens 10 Me Abstand halten wenn diese sonst durch ihr Fahrzeug verdeckt würden قبل از کدام تابلوها باید حد اقل 10 متر فاصله داشته باشید زمانی که این امکان وجود داره که تابلو توسط ماشین شما پوشیده بشه منظور زمانیه که شما بخواید توقف یا پارک کنید جاب اول هلت فبود توقف ممنوع خب این اشتباهه چون این تابلوی توقف ممنوع اگه اه, مثلا شما خیلی نزدیک بهش پارک کنید دیده نشه خب طرف بالاخره یک کم جلو بر اونو تابلو رو میبینه خیلی تابلوی مهم و خطرناکی نیست برای همین این جواب اشتباهه جواب دوم اندقی از کویتس صلیب اندریاس این درسته چون این اگه پوشیده بشه خطرناکه اونجا قطار قراره بیاد پس یک تابلوی خیلی خیلی مهمیه نباید توسط ماشین شما اونجا پوشیده بشه جواب آخر هلت فوفت که ویغن ایست حق تقدم بدهید این هم درسته چون این تابلو هم فوق فوقلاده, فوقلاده مهم هست توقف ایست Happy Tara dummbede in halt Vorfahrt gewähren. Drusse. Sie möchten am rechten Fahrbahnrand parken. Wie groß muss der Abstand zwischen Ihrem Fahrzeug und der durchgehenden Fahrstreifenbegrenzungslinie mindestens sein? Schon wir uns heute der Lavee samt فاصله بین ماشین شما و خط ممتد وسط جاده حد اقل چقدر باید باشه؟ جوابمون 3 متر، سه متر یعنی از ماشین شما تا اون خط وسط که لاینو از هم دیگه جدا کرده اون خط ممتد باید فاصله اونجا سه متر باید فاصله باشه که ماشینا راحت بتونن اونجا رانندگی کنن عبور کنن 533 وو موسینزی zum پاکن این پارک benutzen در کجا باید هنگام پارک کردن از دیسک پارک استفاده کنید. انگش خنگکن هلفه بود در محدوده توقف ممنوع خب این اشتباهه وقتی جای توقف ممنوع هست شما میتونید پارک کنید و از این پارک شبه استفاده کنید از دیسک پارک اونجا؟ پارک هالت ف... بود وقتی هست دیگه پارک ف هست پس جواب دوم ان اینر پارک او در کنار ساعت پارک خراب شده یا داغون شده این درسته این پارک او که میشه ساعت پارک حالا من ساعت پارک ترجمه کردم این زمانهای خیلی قدیم توی آلمان بود که الان این دستگاه های اتومات بلیت هستش که شما پول میندازید بلیت در میاد مثلا پول یک یورو دو یورو میندازید براتون زمان مثلا میزنه نیم ساعت یک ساعت میتونید پارک کنید قدیما که بود پارک اوب اونجا بود یک حالت ساعت مانندی بود حالا این عکسش هم میتونید توی گوگل بزنید پارک اوه رو ببینید چه شکلی بوده قبلا و اینا همین شکلی پول مینداختن و این حالت ساعت داشت که مثلا زمان ازش کم میشد مثلا نیم ساعت شما مثلا ده دقیقه بعدش میرفتی اون 20 دقیقهش باقی میموند و الان اونجوری نیست الان شما پول میندازید تیکت در میارید و هنوزم اگر یه همچین چیزی وجود داشته باشه که من تا حالا ندیدم پارک او رو توی چند تا شهرهای بزرگ آلمانم که من رفتم با ماشین من ندیدم اینو ولی خب شاید بازم هنوز باشه یه جاهایی و یه همچین جایی وقتی میبینین اون پارک او خراب هست شما میتونید از این پارک شایبه استفاده کنید کنی. می میتونید پارک کنید و از پارک شایبه استفاده کنید چرا چون اونجا پارک ممنون نیست وقتی جای پارک او میذارن یعنی که اونجا اجازه پارک کردن و دارید ولی این بالا اونجا هالت حل... فبوت هست یعنی توقف ممنوع است شما دیگه نمیتونید پارک کنید و پارک شایبه استفاده کنید جواب سوم و اس دوئ فرکیرس زایچن است جایی که توسط تابلو مشخص شده یعنی جایی که تابلو زده شما باید پارک شایبه استفاده کنید خب اونجا میتونید استفاده کنید اینم درسته 534 eine او ist noch nicht abgelaufen wie verhalten sie sich زمان یک ساعت پارک به پایان نرسیده چگونه رفتار میکنید مثلا یکی اومده قبل شما اونجا پول انداخته نیم ساعت میخواسته مثلا پارک کنه ولی ده دقیقه کارش تموم شده رفته الان 20 دقیقه یا 15 دقیقه زمان اون ساعت مونده هنوز اون زمانش هنوز تموم نشده شما باید چیکار بکنید زی دورفن دی رست پارک زایت نیت اجازه ندارید زمان باقی مانده رو استفاده کنید این اشتباهه چرا چون اونجا وقتی وقتی پارک گذاشته زمانش داره دیگه نمیتونید شما یه ده دقیقه اینجا دوری بزنید تا اون زمان تموم شه بعد بیت پارک کنید این اشتباهه. شما اونجا اجازه پارک دارید اجازه استفاده از اون زمانی باقی مانده رو دارید حالا جواب بعدیش رو میخوریم زی غست دیست پایت نو nutzen wennزی پاک شابه verwenden تنها زمانی اجازه دارید از زمانی باقی مانده استفاده کنید که از دیسک پارک استفاده کنید خب این هم اشتباه چون وقتی اونجا پارک اوه باشه دیگه دیسک پارک اصلا اعتباری نداره جاوب آخر زیتو öffnen die Restparkzeit ausnutzen ohne die Parku erneut zu betätigen بدون اینکه ساعت پارک رو دست بزنید اجازه دارید از زمان باقی مانده استفاده کنید خب این درسته ولی خب ببینم توجه کنید که اگه اونجا زمان باقی مانده ساعت مثلا 15 دقیقه است یا 20 دقیقه است شما باید در حد همون 15 20 دقیقه رو اجازه دارید اونجا توقف کنید پارک کنید معذرت

شما ساعت ده و چل دقیقه به محدوده می رسید که اونجا با دیسک پارک اجازه دارید دو ساعت پارک کنید. چه زمانی رو باید روی دیسک پارک تنظیم کنید؟ جواب اول سولف و فیتسیخ دقیقه این اشتباهه وقت شما ده و چل دقیقه میاد دیگه نمیتونید اینجا دوازده و چل دقیقه. ولی خب بعضی اشتباه میگیرم بعضی فکر میکنم مثلا چون دو ساعت قرار من پارک کنم این رو تنظیم میکنم روی دو ساعت بعد یعنی دیگه یعنی تا اون ساعت رو من اجازه دارم پارک کنم که این این برای اون چیز هستش برای دستگاه هایی که شما تیکت ازش میگیرید پول میندازید مثلا ساعت یازده رفتید مثلا زده روش ساعت یک یورو شما وقتی یک یورو توش بندازید ساعت 11 باشید روش میزنه 12 یعنی شما تا ساعت 12 رو میتونید پارک کنید اون تیکت هم که در بیارید روش زده ساعت 12 که وقتی یک شخصی میاد کنترل میکنه میبینه شما تا ساعت 12 وقت دارید اینجا پارک کنید اجازه داری پارک کنید ولی این پارک شایبه این فرق میکنه این زمانی که میرسید رو باید روش تنظیم کنید نه اینکه زمانی که قراره از اونجا باید برید جواب دوم 13 ساعتی یک یک بعد از ظهر این هم اشتباهه جواب آخر الف اوه ساعت درسته چرا؟ چون شما ساعت 20 دقیقه به یازده میرسید دیگه روی یازده تنظیم میکنید دیگه گفتنی اون به قول گفتن اون 20 دقیقه رو به شما گشنک میدن یعنی شما اجازه دارید دو ساعت و 20 دقیقه پارک کنید خب این هم از 25 تا سال این ویدیومون امیدوارم که خوشتون اومده باشه راضی باشید از ترجمه ها اگر جایی متوجه نشدید سالی رو جوابی رو کلامی رو متوجه نشدید حتما کامنت بذارید من سعی میکنم جوابتون رو بدم و توضیح بیشتر بهتون بدم تا ویدیوی بعدی سوالات بعدی خدا نگهدار